خانم آقایون سلام، به یه باکس آفیس دیگه خوش اومدین. من پریسا هستم و اینجا یک قسمت دیگه از برنامه باکس آفیس هستش. امیدوارم که تا آخر برنامه همراه من باشید، مخصوصا اگر دوست دارید که با فیلم ها و سریال های جدید این هفته هم آشنا بشید و از دیدنشون لذت ببرید. همراه ما باشید، براتون اخبار سینمایی و بیوگرافی هم داریم. همونطور که بهتون قول داده بودیم، قراره که توی هر برنامه باکس آفیس از ژانرهای مختلف برای دوستانش فیلم‌های متفاوتی رو داشته باشیم. اولین فیلمی که میخوام بهتون معرفی کنم یک فیلم ترسناکه، فیلمی به اسم You Should Have Left، یعنی فیلمی که اسمش هست به فارسی باید میرفتی، یک فیلم ترسناک برای علاقه‌مندان به این ژانر. بریم بخشای از این فیلم رو با هم ببینیم و برگردیم با توضیحات در خدمتتون هستیم. I'll get out of here for a while. I think I'm gonna go nuts. I love you so much. It's just the three of us. Just you and me and Ella. Daddy, because you're old, you'll die before mommy, right? Hey, not that old. It's so beautiful! Wow. I love this. Wait. What? Listen. Be quiet. I know it's fun, but it's time to sleep. Good night, honey. Jesus, you got enough switches? Does this wall look right to you? What are you doing? 26 feet. 21. This room is 5 feet longer on the inside than it is on the outside. How does that work? It doesn't. Anything happened yet? Ella! Ella! You chose this place, not me. You sent me the link. I absolutely did not. You sent it to me. Somebody wrote in my journal. Do you like it here? No. Do you? I hate it. Hello? Are you okay? What is this place? There was a different house before that one. What sort of house? People hate Daddy so much. The judge and the jury all found him innocent, but some people didn't believe him. The house chose me. He must be guilty of something. People have always stayed in that house. Ella! Some don't leave. Wait up! It's a dream! The right ones usually find the place. Or maybe it's the other way around. The place finds them. فیلمی که دیدید رو آقای دیوید کوب کارگردانی کرده و قبلاً با یکی دو تا از بازیگرهای همین فیلم هم تجربه ساختن فیلم‌های ترسناک دیگه و فیلم‌های در ژانرهای مختلف دیگه رو هم داشته. نکته قابل توجه این فیلم موضوع خیلی جالبیه که داره. موضوعش در ارتباط با یک نویسنده است که تصمیم می‌گیره برای ادامه فیلمنامه‌ای که داره و چیزی که می‌خواد بنویسه همراه با خانواده‌اش، یعنی همراه با همسرش و یک فرزند 6 ساله‌ای که داره، بره به یک کلبه‌ای و مدتی رو اونجا زندگی بکنه. وقتی به اون کلبه میرسن و تصمیم میگیرن که اونجا بمونن، متوجه میشن که این خونه یک گذشته تاریک داره و البته نکته‌ای که این فیلم رو خیلی جذاب میکنه اینه که هیچ کدوم از قوانین فیزیک توی این خونه اعمال نمیشه و اتفاق نمیفته. کارگردان از همین موضوع خیلی جالب استفاده میکنه و یک فیلم ترسناک و درجه یک میسازه که خیلی خیلی مردم و منتقدها این فیلمو دوست داشتن. نکته قابل توجه
بعدی این فیلم اینه که خیلی ها اون رو با شاینینگ استنلی کوبریک مقایسه کردن و گفتن که خیلی شبیه به اون بوده، اما خب کارگردان امضای خاص خودش رو توی ساخت این فیلم داشته. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید و اگر این فیلم رو دیدید حتما تجربه دیدنش رو با باکس آفیس به اشتراک بذارید. دوستان عزیز، دومین فیلمی که میخوام بهتون معرفی بکنم یک فیلمی از کمپانی برادران وارنر به اسم دیپ بلو سی 3 که قبلا یک و دو شو مطمئنم خیلیاتون دیدین، مخصوصا اگر که طرفدار ژانر اکشن و علمی تخیلی باشین. همونطور که میدونید این فیلم هم در ادامه دو تا اپیزود قبلیش هستش. بریم بخشای ازش رو ببینیم، برگردیم تا با توضیحاتش در خدمتتون باشیم. Hey all you Shark Week fans out there. Welcome back. It's our third summer here at Little Happy, an abandoned fishing village in the Mozambique Channel. Sharks return here each year. Their home, like ours, is under attack from climate change. Emma. Emma, what's wrong? A half dozen people went missing about 100 miles up the Orange River. Turns out it was bull sharks. So what do we do? There's a boy in the field. It's big. Shark! Brown, where are you? There he is. Those sharks have been altered, engineered. They're not sharks. Climate change is making them highly aggressive towards everything. It's all about survival, folks. That was close. فیلمو که دیدین آقای جانپا کارگردانی کرده و توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته یکی از بهترین تجربه‌های کارگردانیش بوده. اگر قسمت 1 و 2 شو دیده باشید مطمئنم که این فصل براتون خیلی خیلی جذاب خواهد بود و اگرم ندیده باشین باز هم میتونه براتون فیلم جذابی باشه. اگه داستانش هم بخوام براتون بگم، تیم تحقیقاتی هستن که الان دارن توی یک جزیره‌ای در واقع وقت می‌گذرونن و دارن روی یک موضوعی کار می‌کنن، اونم تاثیرات تغییرات آب و هوا بر روی زندگی کوسه های بزرگ سفید هستش. همه چی داره خوب پیش میره تا اینکه اونها تصمیم میگیرن تحقیقاتشون رو روی 3 کوسه نر شروع بکنن و خب این براشون خیلی خیلی دردسرساز خواهد شد. اگر طرفدار فیلم های اکشن و علمی تخیلی هستین، یکی از بهترین گزینه هایی که میتونید از فیلم های 2020 انتخاب کنید و ببینید. مطمئنم که دوست خواهید داشت و فراموش نکنید که اگر دیدید تجربه دیدنش رو با ما به اشتراک بذارید. فیلم بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم Escape from Pretoria هستش، یا همون فرار از پروتوریا. خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته به خاطر اینکه یکی از دلایلش هم این بوده که اعتراضات نژادپرستانه که اخیراً توی دنیا راه افتاده بود تونست این فیلم رو بیاره بالاتر و مردم بیشتر دوست داشته باشن این فیلمو ببینن. بریم بخشای از این فیلمو ببینیم، برگردیم تا بهتون بگم که موضوعش چی بوده و چرا مردم انقدر ازش استقبال کردن. Growing up under apartheid meant a life built on lies and indifference. But unless we got up from our privileged white lives and did something, our words were meaningless. Hey, you! You are sentenced to imprisonment for 12 years. Whatever happens in there, don't give up. We are prisoners of conscience. Well, we're prisoners of war. I won't give up. So there've been attempts
Some go a little, some a little more, but no one go out. Always a first time. We need to get out of here. Everybody comes in here, the gang, they're gonna break out of here by next week. If you're having a plan, I join you. We've got something. We make keys from wood. Not too crazy. I love it. Searchlights covers every inch of the yard. Boars with guns. There's nothing they'd like more than to pump holes into you. There is something, and I will find it. I won't give up. Don't you ever sleep through my bed again! I won't give up. Why won't you come? If they've got a lock, we can make a key. They are mine, you fascist! You fail, get 25 years if you're lucky. A bullet in the head if you're not. Don't shoot! I won't give up. We're not running away. But stay, fight. This is how we fight. دیدید رو فرانسیس آنان کارگردانی کرده و اگه بخوام از موضوعش براتون بگم، در ارتباط با فرار دوتا فرد سیاه پوست هستش که یکیشون عضو کنگره ملی آفریقایی ها بوده در دهه 70 و حالا با دوستش تصمیم میگیره که از زندان فرار بکنه. این فیلم خیلی به موضوع تبعیض نژادی در برابر سیاه پوست ها میپردازه و به خاطر همین خیلی باب شد و مردم خیلی دیدنش و خیلی هم دوستش داشتن. نکته بعدیش هم اینه که منتقدها خیلی ازش تعریف کردن، حالا علاوه بر داستانی که داشته خود ساختار فیلم رو هم خیلی مورد بررسی قرار دادن و به عنوان یکی از فیلم های منتخب 2020 انتخابش کردن و دیدنش رو پیشنهاد دادن که ببینید. جدا از این که به خاطر حالا این اتفاقات مورد توجه قرار گرفته، خودش هم بسیار داستان دلنشینی داره و مطمئنم که اگر دوست داشته باشید که یک فیلمی ببینید و هم از دیدنش لذت ببرید هم یک کوچولو تاریخی باشه، این فیلم گزینه خوبی خواهد بود. امیدوارم از دیدنش لذت ببرید. All the Bright Place اسم فیلم چهارمه که براتون انتخاب کردم، یک فیلم عاشقانه و آمریکایی. این فیلم بر اساس یک رمان که در سال 2015 نوشته شده بود ساخته شده. بریم بخشای ازش رو ببینیم، برگردیم با توضیحش در خدمتتون. Are you looking at Violet Markey? Yep. Her sister died, right? For your class project, you must report on two or more wonders of Indiana. Can't we choose our partners? For my geography class, this teacher wants us to do this project with a partner. I just don't want to do it. Well, maybe it's time to get back out there. What do you want from me? I think it would be good for you to get out. Maybe I don't want to get out. You might end up loving it. No, I won't. Two wanders. That's all. Serious question. What are you most afraid of? Being ordinary. So don't be ordinary. What's going on with you? You seem like goofy. What are you looking at? It's a kid on my lawn. You know what I like about you, Ultraviolet? What? You're all the colors in one, at full brightness. You know people call you the freak, right? Sometimes I get into these dark moods. Did you look into that support group I told you to check out? I want you to think about it. I need to do things that remind me that I'm in control. People don't like messy. They're different. I know that he's kind of dangerous. No, he's not. I've texted him for the past couple days and he hasn't responded. He's not easy.
He just gets in this mood sometimes. Where do you go when you disappear? Tell me something real about you. I just get a little lost sometimes. People don't like messy, right? Sorry, my phone died. Violet, inside. Finch, go home. People think this whole thing is an act. I know it's real. I keep messing things up. I don't know how to not do that. There are bright places, even in dark times. We can be that bright place. این فیلم خیلی خیلی داستان جالبی داره و اگه بخوام از داستانش براتون بگم در ارتباط با دوتا شخصیت. یکی از این شخصیت‌ها البته در رمان اینطوریه که یکی از این شخصیت‌ها کاملاً انگیزه خودکشی داره و داره دنبال یک سری از راه‌های خودکشی می‌گرده و کلی هم ابتکارات جدید برای خودش درست می‌کنه، اما هر بار که تصمیم می‌گیره این کار رو انجام بده یک اتفاق خوبی براش می‌افته و منصرف میشه. شخصیت بعدی که در کنارش قرار می‌گیره اتفاقاً یک کسی هستش که بسیار در واقع دوست داره که به آینده بره و هرچه سریعتر دورانش رو بگذرونه، درسش رو تموم بکنه و کلی شیفته زندگی کردن هستش. اما اومدن یک تغییراتی رو توی فیلم دادن و اون شخصیتی که خیلی دوست داشته که در واقع شیفته مرگ بوده رو یک کمی به صورت کارهای دیوانه‌وار رو بهش در واقع دادن و توی فیلم زار شخصیتش رو عوض کردن به خاطر بار منفی که خب قضیه خودکشی داشته توی فیلم. اما باز هم توی یک اتفاق خیلی جالب این دوتا شخصیت به هم میرسن و ما نمیدونیم که قراره که کدوم یکی ناجی کدوم یکی باشن و کی میتونه کیو در واقع متقاعد بکنه برای راهی که پیش گرفته. نکته جالبی که داره اینه که هر چقدر جلوتر میریم اتفاقات بیشتری براشون میفته و این دوتا که حالا با هم دوست هستن وقتی که زمانهایی که پیش هم هستن دقیقا شخصیت خود واقعیشون هستن، اما به مرور زمان با بزرگتر شدن دنیای اونی که داره به جلو میره و خیلی دوست داره که سریعتر روزهای آیندهش رو ببینه، میبینیم که برای اون شخصیتی که شیفته مرگ بوده اتفاقات خوبی نمیفته و کم کم به موضوع اصلی فیلم میرسه. بهتون پیشنهاد میکنم به خاطر موضوع خیلی خیلی متفاوتی که داره حتما این فیلم رو ببینید و امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید. البته مطمئنم که فیلم دوست داشتنی خواهد بود براتون و میتونه پیشنهاد خوبی برای آخر هفتهتون باشه. دوستان عزیز، برای پنجمین فیلم یک فیلم باحال و کمدی ایرانی براتون انتخاب کردیم. فیلم خوب بد جلف 2 با کارگردانی آقای قاسم خانی که مطمئنا قسمت اولش رو دیدین. میتونید همین الان هم برید و اکران آنلاین و پخش آنلاینش رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید. سام درخشانی و پژمان جمشیدی همچنان بازیگرهای اصلیش هستن و خیلی خیلی فیلم کمدی و باحالیه برای اینکه بخواید یه ساعت و نیمی بشینید و بخندید و از فیلمش لذت ببرید. فقط فراموش نکنید که حتما نسخه اصلی این فیلم رو تهیه بکنید و از سینما ایران حمایت بکنید و نسخه های کپی شده و دانلودیش رو نبینید. خیلی ازتون ممنونیم. بریم بخشای از این فیلم هم ببینیم و برگردیم. ببین به نظرت چرا هیتلر اسم دخترونه گذاشته رو ارتشه؟ شک نکن اسم گرفرندش بوده. منو بکش! منو با کشناتیه کسیم. این اولین باره که از نازی تو فیلم ایرانی داره استفاده میشه. حتی مخاطب سینما نازی دوسته. آره عاشق. به سینمای ایران خوش اومدین آنا جان. کات میترو مگه زن من نیست؟ با چه فرقی میکنه زن منو تو آنا جون با این فیزیک توپی که دارن مطمئن باشین بعد از این فیلم سوپر استار سینمای ایران هست. فقط میشه به جای اصول و بهرام رادان رو بیاری. گاوه؟ باز میگه میتا زن من نیست. رسمن اومده تو کار من، نمیخوای یه چیزی بهش بگی؟ حالت چطوره؟ جیمز باند. سرطان لب گرفتم. نشین کی بودی تو؟ میری ما اینجا میمونیم میجنگیم و کیان کشور دفاع میکنیم. باننده فلامینگو بیا پای ببینم. خوب بعد جلف 2 ارتش سری.
بیننده های خوبه شبکه دی تی وی و البته برنامه باکس آفیس، خیلی ممنونیم که تا اینجای برنامه همراه ما بودین و امیدواریم که از فیلمایی که بهتون معرفی کردیم لذت برده باشین. میرسیم به قسمت سریال و معرفی سریال این هفته. سریالی که میخوایم بهتون معرفی بکنیم اسمش اکتوب فکشن هستش و از نتفلیکسه. میدونیم که خب خیلیاتون دسترسیتون به نتفلیکس برای دیدن سریال ها بیشتره و اونجا راحت‌تر میتونید سریال ها رو ببینید. به خاطر همین سعی می‌کنیم از نتفلیکس براتون بیشتر فیلم و سریال معرفی بکنیم. حالا این سریال رو میخوام بهتون معرفی بکنم و بهتون بگم که چقدر باحاله و میتونید با بچه‌هاتون هم این فیلمو ببینید، به خاطر اینکه یه کمی فانتزی هستش و ماجراجوییه و میتونه خیلی جالب باشه. داستانش هم در ارتباط با شکارچیان هیولاهاست که حالا تصمیم میگیره با همراهی در واقع دختر و پسرش به ماجراجویی بره و برگرده البته به شهر خودش، که وقتی که به شهرش میرسه متوجه میشه که همچین هم اتفاقای خوبی تو اون شهر نمیفته. البته دختر و پسرش هم خودشون جادوگرن و خب با کمک و همراهی اونها داستان آغاز میشه. فعلا فصل اولش با 10 قسمت اومده بیرون که شما میتونید این 10 قسمت رو ببینید، اما نتفلیکس در ارتباط با ادامه این سریال فعلا تاریخی رو نگفته و خیلی هم میگن شاید اصلا ادامهش بیرون نیاد و کنسل بشه، اما هیچ خبری نه تایید شده و نه تکذیب. حالا شما این 10 قسمت رو ببینید، از دیدنش لذت ببرین تا قسمت‌های بعدیش هم به زودی به دستتون برسه. Being a parent is hard. Except in our case, of course. You don't have to do this, you know. Can't let you go. Yes, you can. Mm-mm. Nice conversation. I've been gone. All signs point to a highly active October. I need my top agents. Welcome to Presidio. Presidio's sole aim isn't killing monsters. It's understanding them. How are Viv and Jeff handling the transition? Viv and I are being cruelly ripped from our lives and dragged into Pleasantville. 17-year-old twins. Scarier than anything I've ever faced in the field. Wow. Parents of the year. Evil ways. Hey, girl. We were gonna try a real-life seance. Seances freak me out. We should totally do one. Right? You saw something, didn't you? What's happening? The cell's been taken out. It must be terrifying to live in fear, knowing how weak you really are. What the hell? I drew this before the accident. You okay? Like it or not, some things in this world need killing. My parents are busy saving the world. Oh, Jeff, you are too much. Hate October. دوستان عزیز، رسیدیم به بخش اخبار سینمایی. اولین خبری که براتون دارم یک خبری راجع به کسایی که سریال The Boys رو دنبال می‌کردن. به تازگی استریم آمازون اعلام کرده که قراره که فصل دوم این سریال هم در واقع بره برای ضبط و به زودی به پخش برسه و شانشمور رو به این سریال دعوت کردن برای اینکه توی فصل دوم به جای یکی از شخصیت‌ها که قبلاً حذف شده بوده دوباره برگرده و ایفای نقش بکنه. بریم قسمت‌های ازش رو ببینیم برای فصل قبلی رو تا شما بیشتر با این سریال آشنا بشین و برگردیم. The greatest superhero team the world's ever seen. The Seven. Is there anything I can help you with? I'm not gonna piss you about, Huey. I heard what happened to Robin. You ain't alone, son. Supes lose hundreds of people each year to collateral damage. I can't stop. I can't stop. Robin! That's where me and the boys are coming. Spank the bastards when they get out of line. Oh my God! Can you control her, please? You need to unclench your asshole. Why are you two carrying on like a bunch of fucking twins? We got a fucking job to do. I'm invincible, stupid motherfuckers. I'm the world's greatest superhero. I can do it.
whatever the fuck I want. We're on the verge of nailing these wankers. I'm done! Oi! What's Sporty Spice up to? Who? Sporty fucking Spice, what's she up to? I don't know. And baby, not even page 6 of the Daily Mail. You see, when they're apart, they're absolute fucking rubbish. But you put them together, they're the goddamn fucking Spice Girls. The point is, we need each other, or we're fucking dead in the water. Jesus, he gives the worst pep talks. He really, really does. You just pulled the fucking trigger! Sorry! We're the 7. Earth's most mighty, motherfucker! Please, 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 no, please! Pardon my French. Fuck those fuckers. دومین خبری که میخوام بهتون بدم اینه که اگر که منتظر پخش شدن سریال رایسد بای وولفز بودین، بعد بهتون بگم که این در واقع قراره که دیگه از TNT پخش نشه و از HBO پخش بشه و تاریخ اکرانش مشخص شده. قراره که از 3 سپتامبر این سریال پخش بشه و مهمون خونهاتون باشه اگر که دسترسی داشته باشین به شبکه HBO. داستان خیلی باحالی هم داره و داستانش در ارتباط با ربات‌هایی هستش که بچه‌های انسان رو در سیاره‌های دیگه قرار ازشون محافظت بکنن و کلی اتفاقای دیگه. اگر که طرفدار ژانر علمی تخیلی هستین، این سریال 3 سپتامبر شروع به پخش میشه. امیدوارم که تا اینجای برنامه همراه ما بوده باشید و از برنامه لذت برده باشین. اما الان وقتشه که بریم سراغ بیوگرافی این هفته. امیدوارم دوست داشته باشید و لذت ببرید. برادلی کوپر با نام کامل برادلی چارلز کوپر در 5 ژانویه 1975 در شهر فیلادلفیای آمریکا به دنیا آمد. گلوریا کمپانو مادر برادلی یکی از کارمندان شعبه شبکه MBC در فیلادلفیا بود و چارلز کوپر پدر برادلی کارگزار سهام در شرکت سرمایه گذاری مری لینچ بود. برادلی کوپر از کودکی به بازی بسکتبال و آشپزی کردن علاقه داشت و در دانشگاه زبان انگلیسی درس خوند و از طرفی زبان فرانسه رو هم خودآموز یاد گرفت. شروع کار بازیگری وی با ایفای نقش‌های کوتاه و فرعی در سریال‌هایی در شبکه‌های HBO و فاکس بود که کار خودش رو به عنوان بازیگر در این شبکه‌ها آغاز کرد. بعد از کار در این سریال ها بلافاصله تجربه بازی در اولین فیلم سینمایی بلند خودش رو به دست آورد. فیلمی کمدی به اسم تابستان داغ و نمناک آمریکایی که نقش شخصیت بن رو ایفا کرد و کارگردانی اون فیلم رو دیوید ویان بر عهده داشت که با بودجه 1.8 میلیون دلاری تنها 300 هزار دلار در گیشه فروش داشت. کوپر در سال 2005 بار دیگر به سینما بازگشت و در فیلم کمدی و البته رمانتیک مهمان ناخوانده عروسی ایفای نقش کرد. این فیلم در گیشه عملکردی موفقیت آمیز داشت و با بودجه 40 میلیون دلاری 285 میلیون دلار. Who are we this time? Lou Epstein, I want you to meet Chuck Schwartz. Sanjay Collins. Chuck Vindaloo. Seamus O'Toole. Bobby O'Shea. I'm ready to get drunk. حالا دیگر کم کم نام این بازیگر بر سر زبون ها افتاده بود و موفقیت های تجاریش نیز از راه رسیده بود. وی در سال 2006 در فیلم شکست در اجرا نقش شخصیت دمو رو ایفا کرد. متیو مکانهی و سارا جسیکا پارکر که اولین حضورش به عنوان بازیگر در مقابل وی بود، در این فیلم همبازی کوپر بودند و این فیلم با بودجه 50 میلیون دلاری فروش 130 میلیون دلاری در گیشه داشت. Should we go after him? He's their passenger now. Passenger? He didn't kind of took him up underwater. Take me. Oh, shit.
یکی دیگه از فیلم‌های معروف برادلی کوپر فیلم مرد بلگو بود که در مقابل جیم کری معروف و دوست داشتنی نقش شخصیت پیتر رو ایفا کرد. این فیلم بر اساس کتابی با همین عنوان نوشته شده و ساخته شده بود و داستان شخصیتی با نام کارل بود که به هر چیزی که سر راهش می‌رسید با دیدی منفی‌گرایانه نگاه می‌کرد تا اینکه به پیشنهاد دوستش تصمیم می‌گیره در همایشی با نام مرد پاسخ‌های مثبت شرکت کنه. این فیلم نیز فروش خوبی در گیشه داشت و با بودجه ساخت 70 میلیون دلاری 223 میلیون دلار فروخت. بعد از حضور برادلی کوپر در نقش‌های فرعی، بازی در سگانه خماری و ایفای نقش فیلونگ وی رو بسیار معروف‌تر از قبل کرد و البته کوپر نشون داد که واقعاً استعداد بالایی در ایفای نقش‌های کمدی داره. قسمت اول این سگانه در 67مین مراسم گلدن گلوب برنده جایزه بهترین فیلم کمدی یا موزیکال شد. Someone needs to burn this place to the ground. Ooh, I like that. Sarah, can you remember me? I'm the one that picked the option. Sarah, can you remember me? برادلی کوپر در سال 2009 در فیلم رمانتیک که همه چیز درباره استیو بازی کرد. داستان فیلم در مورد یک طراح جدول نشریات بود که عاشق یک فیلمبردار شبکه CNN میشه و باور داره که وی عشق گمشده زندگی اوست و تمام تلاشش رو میکنه تا به اون بفهمونه که اون دو برای یکدیگر آفریده شدن. Tiny plastic bride and groom on top of a cake posing like this. If you ever want to see any grandchildren, you're going to have to burn those damn boots. For Mary. Mayor, your date is here. He's hot. It was love at first sight. Hey, Mary. I'm Steve. He's so not gay. کوپر در سال 2010 باز هم در فیلمی رمانتیک و کمدی ایفای نقش کرد که یک افتضاح به تمام معنا بود. فیلم روز ولنتاین. این فیلم کلی بازیگر معروف از جمله جولیا رابرتس داشت که البته با نقدهای منفی فراوانی روبرو شد، اما اسم فیلم به فروش فیلم کمک کرد و با بودجه 52 میلیون دلاری 216 میلیون دلار در گیشه فروخت. Hello. No, it's a Monday. Valentine's Day always falls on a Thursday. Who's your head? That's Thanksgiving. So simple. It can be complicated. Alex and I were supposed to have sex today. Love can't be planned. It's not love she's talking about. But at the end of the day, it's all about love. So how do you guys feel about each other? Oh my gosh, I totally love him. And I'm crazy about her. Savion wrote his number on my hand. There you have it, young love, full of promise, full of hope, ignorant of reality. My father said to me, you're ever with a woman that's too good for you, marry her. Happy Valentine's Day. تقریبا می توان گفت از سال 2010 به بعد برادلی کوپر به ایفای نقش‌های جدی روی خوش نشان داد و بهترین فیلم‌های برادلی کوپر از این زمان به بعد بود و همزمان با بازی در آثار کمدی در فیلم‌های ژانرهای دیگر نیز ایفای نقش کرد. وی در سال 2011 در فیلم لیمیتلس یا همون نامحدود نقش اصلی رو ایفا کرد و دیگر در زیر سایه بازیگران بزرگ قرار نداشت. فیلمی که رابرت دنیرو در آن حضور داشت و البته کوپر نشان داد میتونه تک ستاره فیلم ها نیز باشه. داستان این فیلم در مورد شخصیت ادی مورا بود، نویسنده ناموفق که با بیمهری کسی که عاشقش بود مواجه میشه و خود رو موجودی کاملا به درد نخور و بیمصرف تصور میکنه. ادی خود رو در تمامی امور زندگی شکست خورده میدونه و امیدی به بهتر شدن اوضاع نداره، اما به طور اتفاقی به داروی دست پیدا میکنه که اون رو قادر میکنه تقریبا از تمام توانایی های مغز خودش استفاده کنه. Medication. Your powers are a gift from God or whoever the hell wrote your life script. I'll open up a line of credit for you. You'll be wanting a few toys. How many of us ever know what it is to become the perfect version of ourselves? What's the asking price? 12.5. I'll take it. Everything I have, I want to share with you. What you doing, hon? You think somebody's watching? My brain is skipping time. I have no memory of the last 4 days. I'm living in that 21st century, doing something mean to it. Your powers are not earned. You're careless with those powers. Have you asked yourself what you're going to do when you run out?
نقش آفرینی های خوب برادلی کوپر تازه از راه رسیده بود و وی در سال 2012 در فیلم تحسین شده ی مکانی آنسوی کاجها به ایفای نقش پرداخت. و داستان این فیلم در مورد یک موتور سوار قهار بود که در سیرک ها کار میکنه و برای تامین زندگی پسرش که تازه به دنیا اومده مجبور دست به سرقت از بانک بزنه. سال 2013 رو میتوان سالی خواند که برادلی کوپر ستاره بیچون و چرای هالیوود لقب گرفت و دلیل اون هم حضور در فیلم دفترچه امید بخش بود. برادلی کوپر تونست دل تماشاچیان و طرفداران خودش رو ببره و با بازی در این فیلم دلبری کنه و به زیبایی نقش شخصیت دوست داشتنی پت رو ایفا کنه، معلم سابقی که درگیر ماجرای همسر سابقشه و از طرفی دوگانگی شخصیت نیز داره. فیلم دفترچه امید بخش نامزد دریافت 8 جایزه اسکار از جمله 4 اسکار در بخش‌های بازیگری شد که اولین اسکار جنیفر لارنس رو برای اون به ارمغان آورد و وی گلدن گلوب رو نیز در همون سال به خانه برد. برادلی کوپر، جنیفر لارنس، رابرت دنیرو بازیگرای این فیلم بودن که همگی نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. برادلی کوپر همکاری خود با دیوید اوراسل را ادامه داد و در فیلم دهه 70 حقه‌بازی آمریکایی نقش شخصیت ریچی را ایفا کرد و البته یکی از تهیه کنندگان اجرایی فیلم نیز بود. همچنین بار دیگر نامزدی گلدن گلوب و بفتا رو به کارنامش اضافه کرد و این نامزدی ها در سال 2012 و 2013 پشت سر هم بود. فیلم حقه‌باز آمریکایی موفق شد در مراسم اسکار نامزد 10 جایزه بشه، از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و البته نامزدی برای هر 4 بازیگر اصلی اون. در جوایز گلدن گلوب این فیلم برنده 3 جایزه و نامزد 4 جایزه دیگه بود. همچنین در جوایز بفتا نیز برنده 3 جایزه و نامزد 7 جایزه دیگر شد. بعد از این فیلم نوبت به فیلم تحسین شده تکثیرانداز آمریکایی رسید که برادلی کوپر نقش اصلی رو در اون ایفا کرد. فیلم تکثیرانداز آمریکایی داستانی برگرفته از کتابی به همین اسم داشت و روایت زندگی تکثیراندازی از آمریکا بود و این فیلم در 87مین مراسم اسکار در 6 بخش بهترین فیلم، بهترین تدوین فیلم، بهترین تدوین صدا، بهترین میکس صدا، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش اول مرد نامزد جایزه شد که تنها موفق به دریافت جایزه بهترین تدوین صدا شد و بدین ترتیب کوپر سومین نامزدی اسکار رو هم به کارنامه کاری خودش اضافه کرد. برادلی کوپر یک سال پس از بازی در فیلم تکثیرانداز آمریکایی در فیلم سوخته نقش شخصیت آدام جونز رو ایفا کرد که در فرانسه در رستوران ژان لئو به عنوان سرآشپزی موفق مشغول به کار بود تا مصرف مواد مخدر و اختلالات روحی ناشی از دوران سخت کودکیش کم کم رستوران و دوستانش رو از اون گرفت. کوپر با بازی در این فیلم به علاقه دوران کودکی خود هم رسید. کوپر در همان سال بار دیگر با دیوید اوراسل در فیلم جوی همکاری کرد که ستاره فیلم زوج سینمایی کوپر جنیفر لارنس بود و این بازیگر تونست برنده جایزه گلدن گلوب در بخش بهترین بازیگر زن فیلم موزیکال یا کمدی بشه. متفاوت ترین هنرنمایی برادلی کوپر مربوط به فیلم ستاره‌ای متولد شده است بود که خود کارگردانی اون رو بر عهده داشت و فیلمی موزیکال، رمانتیک و درام بود. برادلی کوپر نقش شخصیت جکسون، خواننده‌ای مشهور در دنیای موسیقی راک رو ایفا کرد که از مشکل اعتیاد به الکل و مواد مخدر رنج می‌بره. اون در یک کافه با خواننده گمنامی به نام آلی با نقش آفرینی لیدی گاگا آشنا میشه و اون رو تشویق میکنه که به عنوان ترانه سرا و خواننده همراه اون باشه. آلی ابتدا از این کار سر باز میزنه اما به مرور اشتیاقی در درون شکل میگیره و در مدتی کوتاه به خواننده بسیار معروف تبدیل میشه، اما نه یک خواننده راک که یک پاپخانه عروسکی و رنگارنگ. آلی و جکسون عاشق همدیگه میشن و در مراسمی بسیار ساده ازدواج میکنن، اما مشکل اعتیاد جکسون وارد مرحله‌ای تازه میشه و روابط این دو پیچ و تاب فراوانی میخوره. کوپر علاوه بر نقش آفرینی عالی در فیلم ستاره‌ای متولد شده است، اجرای آهنگ‌ها رو هم خودش انجام میده و به نحو احسن از پس این کار برمیاد. کوپر برای ایفای نقش جکسون نامزد دریافت جایزه اسکار شد و این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم سال هم شد و در بخش بهترین فیلمنامه اقتباسی نیز یکی از نامزدها بود.
لیدی گاگا نیز نقش آفرینی فراتر از انتظار در این فیلم داشت و ستاره موسیقی پاپ زوج خوبی رو با برادلی کوپر در فیلم تشکیل داد. فیلم ستاره ای متولد شده است در جشنواره فیلم بفتا نیز خوش درخشید و در بخش های بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد، بهترین فیلمنامه نویس اقتباسی و بهترین موزیک اورجینال نامزد دریافت جایزه اسکار شد که این جایزه رو در آخر هم به دست آورد. همچنین دو ترانه شلو و استاریز بورن در مراسم گرمی جایزه هایی رو برای برادلی کوپر و لیدی گاگا به ارمغان آورد. امیدواریم از بیوگرافی این هفته باکس آفیس لذت برده باشید. خب باکس آفیس این هفته هم به اتمام رسید. خیلی ممنون که همراه ما بودین. فراموش نکنید که اگر نظری، انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی که هست رو با ما به اشتراک بذارین، در صفحه‌های اجتماعی همراه ما باشین، مخصوصا توی صفحه اینستاگرام شبکه دیدی تیوی با آدرس didi.tv و هر نظر و انتقاد و پیشنهادی که دارید همونجا زیر پست باکس آفیس به ما بگید. ما حتما همه رو می‌خونیم و در کمترین زمان در صورت امکان ترتیب اثر خواهیم داد. اگر فیلم ژانر فیلم های خاصی و مد نظرتون هست، سریال های خاصی رو میپسندین، حتما به ما بگین که توی باکس آفیس معرفیشون بکنین. به زودی هم تغییرات خیلی خیلی خوبی قراره که توی برنامه باشه و مطمئنم که دوست خواهید داشت. فراموش نکنید که سه‌شنبه بعدی هم منتظر ما باشین، ساعت 8 شب به وقت ایران از شبکه خوبه دیدی تیوی. مراقب خودتون باشین. قسمت بعدی میبینمتون.